محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران بار دیگر برای مبادله زندانی با کشورهای غربی اعلام آمادگی کرده. همزمان با این خبر نگرانی‌ها از اعدام احمد رضا جلالی محقق ایرانی سوئدی شدت گرفته. در روزهای گذشته گمانه‌زنی‌هایی درباره مبادله اسدالله اسدی دیپلمات ایرانی متهم به نقش داشتن در طرح بمب‌گذاری نشست مجاهدین خلق با احمد رضا جلالی شهروند ایرانی سوئدی محکوم به اعدام مطرح شد. در این برنامه می‌پرسیم کشورهای غربی چه سیاستی در قبال آنچه گروگانگیری زندانیان دو تابعیتی از سوی جمهوری اسلامی خوانده می‌شود در پیش گرفتند. در چشم‌انداز همراه ما باشید. من سیما ثابت هستم. همراه هستیم با دریا صفایی، نماینده ایرانی تبار پارلمان بلژیک، آمنه کاکبابه، عضو پارلمان سوئد و علی احساسی، نماینده ایرانی تبار پارلمان کانادا. در ادامه هم تلاش خواهیم کرد که با ویدا مهرانیا، همسر احمد رضا جلالی، صحبتی داشته باشیم که در هر کجای صحبت که امکانش باشه اگر به ما بپیوندن ایشون رو هم در صحبت خواهیم داشت. اجازه بدید اول با خانم کاکبابه صحبت کنیم که در سوئد هستن. اگر ممکنه به ما جزئیاتی رو که در مورد وضعیت آقای احمد رضا جلالی در حال حاضر مطرحه در پارلمان و در بدنه دولت بگید، چی هست؟ سلام بر همه شما ها. من آمنه کاکبابه مال استکهلم و کرد ایرانم. من فارسیم بیرون ایران یاد گرفتم و همچنین خیلی مهمه که اینو بگم، شاید بیان میتونم ولی تلفظ و اینا سخت‌تره بعضی موقع با زبان سوئدی و اینا که آدم بحث میکنه. در هر حال مثل که شما گفتی که مسئله احمد رضا جلالیان که یه کپیتال خیلی وحشتناک و دردناک برای دوتا بچه، زنش، برای خانوادش، برای خودش، برای همه کارشناسا و دکترایی که امروز این جامعه که کرونا تمام دنیا را دیگه کاری بهش کرده که انسانای مثل ایشان که باید بیرون ایران می بودن و ایران کار می کردن ولی الان زندانن و خطر اعدام دارن. معلومه این چند سالی که احمد رضا را زندانی کردن، من خودم هر سال هر ماه هم لایحه نوشتیم برای بعد پارلمانتارای دیگه برای دولت که یک کمیسیون درست بشه، هم مسئله احمدی نژاد و هم گومیهان و هم داوید ایساک سوئدی، سری انسانایی داره که دبل میدبریار یا دبل سیتیزن مثل احمد رضا. این یه مسئله بوده. مسئله اون برشون که این طرفشون که دولت سوئد یه سیاست این سایلن دیپلوماسی، یعنی پلوی پردا که داره این با رژیم جمهوری اسلامی سروکاری داره. برحال تا الان ما هیچی، نه من نه عضو پارلمانی، یه جواب سری نگرفتیم که آیا دارن چه کار میکنن. هی میگه من زنگ زدم به ظریف و هی من صحبت کردم. در واقع ما میدونیم که جمهوری اسلامی داره بازی میکنه. اصلا اونا نه اروپای دولتای دیگه اروپا و نه سوئد تا به حال یه هشداری ندادن به دولت ایران. اینم به خاطر این کم بوده. همیشه میگم در صورت اریل چه کار کنیم؟ ما مثل ترامپ بکنیم؟ مثل امریکا؟ منم میگم نه، مثل امریکا نکن، ولی هر رابطه اقتصادی و هر مبالاتی و هر نوع رابطه با ایران، با دولت ایران داشته باشی، باید حقوق انسان، آزاد شدن احمد رضا در بحث و جدلتون، در این خواستایی که داری باید بگی. ویلا دولت ایران امروز همه خواستای انسان ها در طول 40 سال داره به زیر پا میبره. کوچکترین، ابتدایی ترین این کارا کرده. احمد رضا یک نفری نیست، هر روز اعدام میکنن.
ما خودمون میدونیم، ولی دولت های اروپا دارن چه کار میکنن؟ تا به حال فقط کمک کردن که رژیم جمهوری اسلامی خواهد موند و این مسئله خیلی مهمیه که ما میدونیم درباره این مسئله و خودمون که به تمام وجودمون احساس اینو کردیم و مبارزه هم علیش کردیم. مسئله جمهوری اسلامی که نباید هر مثلا ایران سوئد دولت سوئد 29 میلیارد کرون چیز کرده دیگه نوشته داره که با ایران تادی داره، ولی نمیگه باید احمدرضا آزاد بشه. خانم صفایی اجازه بدید صحبت رو با شما ادامه بدیم که بحث آقای اسدی در بلژیک مطرح است. گفته میشه، یعنی مطرح شده که از دو سال پیش ظاهراً در واقع وقتی که پرونده آقای اسدی مطرح شده و همینطور بالا گرفته، الان هم که میدونیم دادستان برای او تقاضای 20 سال زندان کرده، پرونده به همین تدریج بالا گرفته، اما بحث جابجایی در واقع معاوضه او با احمد رضا جلالی ظاهراً از مدت‌ها پیش مطرح بوده. شما چیزی از این موضوع میدونید؟ در واقع این بحث اولین بار ما هم در رسانه‌های اینجا خوندیم که صحبت تعویض این به خصوص دیپلمات اسدالله اسدی با بیگناهی مانند دکتر جلالی بارها مطرح شده و خب این سوال رو من در پارلمان هم کردم. موضوع اینه که اینها از اینکه مواجه بشن با این مسئله تفره میرن، ولی حقیقت اینه که با آماده کردن افکار عمومی در واقع ما کاری بکنیم که نتونن بی پاسخ بذارن این مسئله رو. درسته که آدم باید از این گروگانگیری ها جلوگیری کنه و این دقیقا همون کاریه که هدف همه ما ها هستش، ولی راه جلوگیری از این گروگانگیری اینه که به جای اینکه تن بدن هر بار مثل تمام مدتی که این سالهای گذشته کردن، یک بار برای همیشه به این مسئله خاتمه بدن با استفاده از ابزارهای قدرتی دیگه‌ای که اروپا داره که بسیار قوی‌تر از اینه که هر بار تن بدن به این خفت و خاری که یک تروریست در خاک اینها برنامه تروریستی تهیه میکنه که میتونست به انجام هم برسه، خوشبختانه این به انجام نرسید، سرانجام نرسید، و پس از اون وقتی میخوان دادگاهش کنند بخوان با یک بیگناهی که سال هاست گروگانه در ایران معاوضش کنند. صحبتی هم داشته باشیم با آقای احساسی که از کانادا همراه ما هستن، شما هم نماینده پارلمان هستید. آقای احساسی موارد مهمی رو مطرح کردند نمایندگان پارلمان در سوئد و در بلژیک. شما فکر میکنید که چطور ممکنه که این روند معاوضه‌ای که جمهوری اسلامی در 40 سال گذشته در واقع دنبال کرده، که هر وقت یک تقاضایی داشته، هر وقت یه چیزی میخواسته، حالا این از معاوضه با تروریست، معاوضه با اشخاص زندانی در کشورهای دیگه، باج‌خواهی مالی، وصول طلب و غیره، موارد مختلفی بوده که در این زمینه ها اشخاصی در داخل ایران زندانی شدند و بعد اینها معاوضه شدند با خاص جمهوری اسلامی. چرا تا الان اصلا تن داده اروپا و کشورهای دیگری که دخیل بودند؟ سلام سرکار خانم ثابت، اجازه بدین اول از همه از دعوت شما تشکر کنم. همچنان میخواستم از ابتکار عملی که دوستان در اروپا نشون دادن واقعا قدردانی بکنم. میدونم که واقعا سخت بوده شرایط و دوستانی که امروز در برنامه داریم واقعا ابتکار عمل نشون دادن. به گمان من واقعا این نوع مذاکره ها نتیجه نداره، مشخصا وقتی هیچ دولتی تن به همچین کاری بده، اهداف کوتاه مدت رو داره قربانی اهداف بلند مرتبه میکنه. یه نمونه اگر اجازه بدین خدمتون توضیح بدم. در بعد و این که دولت لیبرال در کانادا انتخاب شد، در اون مقطع زمانی یک گروه تروریستی در فیلیپین یک شهروند کانادایی رو دستگیر کرده بود و نخست وزیر کانادا در اون مقطع زمانی خاطر نشان کرد که دولت کانادا در این نوع موارد وارد مذاکره و یا داد و ستد با گروه تروریستی برای گروگانگیری نخواهد شد.
اگر کشورها بفهمن که در مورد گروه های تروریستی این کار نباید کرد، چه برسه به دولت هایی که متاسفانه از اشخاص مختلف به عنوان مهره استفاده میکنن. متاسفانه همگی ما شاهد این بودیم که همونجوری که شما به درستی فرمودین 40 سال هستش که ایران واقعا این کار غیر اخلاقی رو انجام داده، ولی واقعیت امر این هستش که دولتی، هیچ دولتی در دنیا وقتی دست به این نوع کارها میکنه نماینگر این هستش که به هیچ اصولی پایبند نیستش و به گمان من واقعا خطرناک هستش وقتی دولت‌های مختلف حاضر هستن که وارد این نوع مبادلات بشن و یا این نوع مذاکرات. خب اشاره کرده به اینکه این حکومت نشون داده که به هیچ اصول پایبند نیست، و از سوی دیگر این رو هم بیان کردید که حکومت‌ها وارد در واقع مذاکره و تبادل برحال زندانی یا هر خواست دیگری که مطرح بوده شدند با جمهوری اسلامی. به نظر شما چرا این کار کردند؟ چرا؟ به اینکه متاسفانه این روند کاری برای جمهوری اسلامی نتیجه داشته، ولی واقعیت امر این هستش که هر کشوری که وارد این نوع مذاکرات، این نوع مبادلات بشه، واقعا شهروندان کشورهای دیگر رو هم در خطر میذاره. برای اینکه به یک کشوری شما دارین چراغ سبز میدین و بهشون میگین که این نوع کارها نتیجه داره، تشدید یک همچین فنومنی، یک همچین دینامیکی در دیپلماسی واقعا اسفناک هستش. یادمون نره که پایه روابط دیپلماتیک همیشه و همیشه باید حسن نیت باشه. بله. اگر یک کشوری نشون بده که حسن نیت نداره، یعنی به طور کلی مورد احترام هیچ کشوری نخواهد. بسیار خوب. خانم کاکبا، به شما در صحبتتون گفتید که اروپا کمک کرده به ماندن جمهوری اسلامی. منظورتون از صحبت چی بود؟ بله، منم که واقعا همونی که دوستمون رفیق علی مطرح کردیم خیلی مهمه که باید در معرض که دیپلماسی، رابطه دیپلماسی یه اصول و یه چیز برابر هم داشته باشه. جمهوری اسلامی تا به حال هر کاری که کرده برای ماندگار خودش بوده و این دولت ها که کمکش کردن. ما اگه در این مسئله بحران اقتصادی، من خودم توی کمیته ایو رپرزنتانت حزب چپ بودم و موقعی که این مسئله اومد فقط من بودم که گفتم اره بانک ملی منم نمیخوام که دولت های اروپا مثلا محاصره اقتصادی بکنن، چون مردم ایران را شکنجه میده. ولی موقعی که میاد تمام اون رئیس ها و تمام اون که آنایی که در سپاه پاسداران و جاسوسان رو نمیدونم خونخرا هستن، اونا رئیسا بودن، رفتن دولت اروپا این کار رو کردن دیگه، گفتن ما مسئله اورانیوم خیلی مهم و این کار میکنیم. الان هم در تمام رابطه های دیپلماسیشون هیچ وقت حقوق انسان، حقوق زن، حقوق پایه‌ترین کارگره هیچ که نگفتن، میگن فقط مسئله اورانیوم ما برامون مهمه. به خاطر اینکه دولت‌های اروپا و همچنین سوئد حقوق انسان و دموکراسی مسئله‌شون هیچ وقت نبوده و اونان پایبند نبودن به این مسائل، بلکه مسئله اقتصادی و مسئله که خودشون میگن مسئله اورانیوم برای دولت‌های اروپا و آمریکا خیلی مهمتر بوده. بسیار خوب. خانم صفایی اشاره کردن موارد خیلی مهمی. هر جایی که پای اقتصاد در میان هست، پای سیاست در میان است، پای امنیت کشورها در میان است، مذاکره و فشار آوردن بر جمهوری اسلامی به شدت در دستور کار بوده. اما اونجا که پای حقوق بشر به میان میاد،
کشورها به نظر میرسه که هیچ تعهد جدی اخلاقی در خودشون حس نمی کنند. این از دموکراسی‌های اروپایی و کشورهایی در جامعه جهانی که نظام دموکراتیک دارند خیلی عجیب به نظر میرسه. چرا هنوز نشده که هیچ جایی حقوق بشر، حتی حقوق شهروندان خود این کشورها به عنوان یک اولویت مطرح بشه در ارتباط با جمهوری اسلامی؟ خب ببینید، اینکه اونها به حقوق بشر تا در این سالهای گذشته نادیده گرفتن خود هممون میدونیم متاسفانه اینگونه بوده و اینه که باید دائما جلوی چشمشون گذاشت که اون کسانی که دارن حقوق مردم ایران رو پایمال میکنن شما رو هم در آرامش رها نخواهند کرد. این بارها چیزهایی که ما اینجا تاکید کردیم به اینکه کسانی که اونجا به این شکل با مردم ایران برخورد میکنن، یک حکومت توتالیتر دیکتاتوری اسلامگرا دارن، طبیعتا جامعه جهانی و اروپا از دستشون در امنیت قرار نخواهد گرفت و این نکته، مشخص کردن این نکته، سرنوشت مردم ایران رو یک جوری گره میزنه به اقداماتی که اینها مجبورن بالاخره براش بکنن. دیگه تا یه حدی میتونن نادیده بگیرن که متاسفانه تا کنون کردن، پس از اون میفهمن که این بهای سنگین برای خودشون هم هست. و اینکه بگم که الان در شرایط کنونی جمهوری اسلامی خیلی تضعیف شده، سال هاست که ما این حرفا رو میزنیم ولی شاید کمتر توجه بشه بهش، اما اکنون وقتی اینه که همچنان هم مردم ایران در داخل ایران، هم کسانی که در خارج از ایران میتونن این صدای مردم ایران رو به گوش جهانیان برسونن، نشون بدن که در واقع مباشات با جمهوری اسلامی ضررهای مستقیمش برای خود دولت‌های غربیه. همونطور که داریم می‌بینیم 2018 پس از 20 سال دوباره در خاک اروپا جمهوری اسلامی برنامه ترور فراهم می‌کنه و برنامه ریزی می‌کنه. این در شرایطی که سال 97 جمهوری اسلامی در دادگاهی که به دادگاه میکونوس معروف شد به دیپلمات‌هاش محکوم شدن به اینکه عملیات تروریستی می‌خواستن انجام بدن. در اون شرایط در سال 97 از همین ابزارهایی که من نام بردم، ابزارهای بسیار زیادی داره اروپا، استفاده کردن و تمام سفیرهای 15 کشور اتحادیه اروپا در اون موقع که 15 تا کشور داشت از خاک ایران فراخواندند. اینها ابزارهایی که دارن و 20 سال کار کرده. جمهوری اسلامی باید بدونه که اینها میبینن حتی دیگه معاملات اقتصادیشون هم اونقدر براشون سودآور نیست که تحمل نقض حقوق بشر اونها رو بکنن، به خاطر اینکه در حقیقت به خاطر کارهایی که در سالهای گذشته کردن، نقض حقوق بشر و تهدیدهایی که با سلاح هسته‌ای جهان رو مورد تهدید قرار دادن و رفتارهایی که داشتن و تحریم‌هایی که انجام شد، در واقع انقدر معاملات اروپا با ایران سطح پایینی اومده که حتی نمیتونیم دیگه بگیم از نظر اقتصادی هم خیلی براشون مهم یا سرنوشت‌ساز این اروپا که اون چندر قاضیای مقدار پولی که از ایران بهشون میرسه حتما بمونه و برسه. پس باید حواس خودشون رو کامل جمع کنند. این خطرش وقتی که عواقب کارهاشون اینجا به صورت جدی باهاش برخورد خواهد شد. خطر این چیزی که گفتید اینجاست که اگر تحریم ها برداشته بشه، اگر مذاکره با جمهوری اسلامی از سر گرفته بشه، اگر بازار ایران دوباره به روی دنیا باز بشه، دوباره همون بحث منفعت اقتصادی و کنار گذاشتن بحث حقوق بشر و اجازه دادن به جمهوری اسلامی برای ادامه وضع فعلی در واقع مطرح نمیشه. چطور جمهوری اسلامی اصلا میتونه برسه به سر میز مذاکره در شرایطی که چنین رفتاری رو داره در جامعه جهانی میکنه؟ اینه که باید بفهمه که وقتی میخواد سر میز مذاکره با کشورهای دیگه بشینه، درسته که خیلی وقتا کشورهای اروپایی توجهی نکردن به نقض حقوق بشر ایرانی ها در داخل ایران، ولی الان جهان فوکوس و تمرکزش روی این مسئله بیشتر و بیشتر داره میشه و اگر میخوان که سر میز بشینن باید رفتاری داشته باشن که جامعه جهانی بتونه بپذیره. میدونم که خیلی وقتها تمایل داشته جامعه جهانی چشم پوشی کنه به آنچه جمهوری اسلامی کرده، اما الان دیگه نمیتونن چشم پوشی کنن و اینه که باید بدونن. اگر مشخصا بخوایم در مورد این کیس آقای جلالی صحبت بکنیم، آیا شما مطلع هستید از فشار مستقیم که جمهوری اسلامی ممکنه آورده باشه برای مطرح کردن بحث محاوضه؟ آقای ظریف وقتی داره میگه ما آماده تبادل زندانی هستیم، اشارش به کیه مشخصا؟ داره به چه موارد اشاره میکنه؟ آیا به نظر شما داره هینت میده در مورد بحث آقای جلالی؟
یکی از چیزهایی که حتما مذاکره پشت پرده داشتن همین بوده، حتما مطمئنن، این که من حتی در مجلس هفته پیش پنجشنبه گذشته از وزیر خارجه سوال کردم، اما وزیر خارجه از پاسخ بله یا خیر طفره رفت، خودش بیانگر این که این مسئله مدت هاست مطرح شده. و اینکه آقای ظریف دوباره هفته گذشته با کمال پررویی میاد این صحبت رو دوباره بیان میکنه، یعنی کار رو به اینجا رسوندن که علنا میگن که ما گروگان میگیریم و تروریست هایمون رو از شما میخوایم پس بگیریم با دادن این بیگناهی که سالهاست در زندان های ما به سر میبره. مسلما این یکی از مهمترین چیزهایی که در طرح من مطرح شده، نه تنها آزادی بی قید و شرط پروفسور جلالی که بیگناه بوده، همچنین این که پرونده دکتر جلالی به هیچ پرونده قضایی دیگه ربط داده نشه. و اینم خیلی مهمه که بگم در این طرح همچنین به صورت بسیار گسترده‌ای به حقوق بشر در ایران پرداخته شده، به صورتی که اصل ششمش خواهان اینه که در واقع دولت بلژیک به دولت ایران تفهیم کنه که احترام به حقوق بشر از شرایط روابط آینده ماه، و در شرایطی که این مسئله چه در رابطه دکتر رابطه با دکتر جلالی و چه در رابطه با زندانیان دیگر مطرح بشه، و در صورتی که جمهوری اسلامی احترام به این حقوق بشر نذاره، بدونه که عواقب ثانویه خواهد داشت که براش سنگین خواهد. بسیار خوب. و مهم دیگر هم اینه که بلژیک این مسئله رو در سطح اروپایی با جوزف بورل مسئول سیاست خارجه اروپا مطرح کنه که بتونیم تمام کشورهای اروپایی رو در این زمینه همگام کنیم. و اگر این اتفاق بیفته چه پیامدی خواهد داشت برای جمهوری اسلامی؟ اتحادیه اروپا به نظر شما ممکن در مورد حقوق بشر به خصوص یک همچین پرونده مشخصی موضع بگیره در برابر جمهوری اسلامی؟ من فکر میکنم این که دکتر جلالی این همه سال بیگناه اونجا هست و این که میخواستن اعدامش کنن برای اینکه اروپا فشار بیارن برای اینکه این معاوضه انجام بشه، و این که تمام مردم بلژیک و به نوعی خبرش در اروپا پیچید، خیلی کار دشوار کرده برای جمهوری اسلامی برای اینکه بخواد زیرابی بره یا باز یواشکی پنهانی یه رابطه برقرار کنه، و اینکه امیدوارن که دوباره بشینن سر میز مذاکره با آمریکا برای برجام یا هر چیز دیگه‌ای، بهشون این پیام رو باید مشخصا برسونه که جامعه جهانی حتی اگر بخواد دیگه نمیتونه چشم ببنده به روی نقض حقوق بشر در ایران. بسیار خب آقای احساسی، به هم ببخشید که یک کمی طول کشید تا ما برگردیم خدمت شما. همه میگه یک نکته مهمی رو اشاره کردند خانم صفایی، و اون اینکه دیگه اینجور اقدامات در واقع هزینه ها رو برای جمهوری اسلامی میاره بالا و همینطور برای جامعه جهانی که نتونه چشم پوشی بکنه برای یک همچین مواردی. به نظر شما اگر که به عنوان مثال به همین پرونده آقای جلالی بخوایم در واقع تمرکز داشته باشیم، جمهوری اسلامی چگونه است که دیپلماتش که دستگیر شده برای اقدام به ترور، متهم به ترور، او رو میخواد با یک شخصی که پروفسور استاد دانشگاه است و به اتهام جاسوسی در ایران دستگیر شده، به دعوت جمهوری اسلامی رفته به ایران معاوضه بکنه؟ همین هفته چندی پیش خانم مور گیلبرت رو دیدیم که استاد دانشگاه استرالیایی که در ایران زندانی شده بود، به دعوت ایرانی ها به ایران رفته بود، برای شرکت در کنفرانس در ایران بود، اما متهم به جاسوسی شد، با سه نفر تروریست که در تایلند در واقع زندانی بودند معاوضه شد. آیا میشه گفت جامعه جهانی در قبال حمایت از حقوق بشر، موضع واحد در قبال جمهوری اسلامی برای حمایت از کسانی که به حال زندانی میشن موضع واحدی نداره، اما اونجایی که پا به معاوضه میرسه، مذاکره پنهان میرسه برای اینکه تروریست های جمهوری اسلامی با افراد بیگناهی که از شهروندان کشورهای دیگه هستن معاوضه بشن، به نظر میرسه جامعه جهانی چشم پوشی جدی داره؟ بله، فکر میکنم که واقعا به جاست که کشورهای دموکراتیک واقعا در این نوع موارد همصدا باشن و همکاری بکنن. همونجور که خانم صفایی به درستی اشاره کردن، ببینین واقعیت امر این هستش که جمهوری اسلامی ممکنه که در کوتاه مدت با یه دولتی بتونه یه زدوبندی داشته باشه و به نتیجه برسه، ولی ما در کشورهایی زندگی میکنیم که افکار عمومی واقعا مهم هستش،
یعنی برفرض بگیم که در این مورد آقای دکتر جلالی به نتیجه برسه به خاطر داد و ستد جمهوری اسلامی، واقعیت امر این استش که افکار عمومی در بلژیک اجازه نخواهد داد که دیگه روابط بین این دوتا کشور در آینده خوب بشه، برای اینکه مردم در کشورهای دموکراتیک وقتی میبینن که وزارت خارجه یه مملکتی واقعا با همچین رسوایی عمل بکنه، واقعا عواقبی داره که واقعا از کنترل جمهوری اسلامی خارج خواهد بود و ضرر خواهد زد. این اشخاصی که شما مثلا الان بهشون اشاره کردین، چند هفته پیش این پژوهشگر استرالیایی، واقعیت امر این است که شاید که وزارت خارجه ایران پوزخند بزنه که چقدر هوشمندانه عمل کردن، ولی شما مطمئنم که به خاطر این نوع مسائل دیگه پژوهشگرای دیگه به ایران نمیرن و اینکه میدونن که جونشون در خطر هستش. برای همین همیشه در روابط بین الملل مهمه که کشورها اخلاقی عمل بکنن و اینکه بتونن به اهداف خودشون برسن. این یک چیزیست که 40 سال هنوز که هنوز جمهوری اسلامی یاد نگرفت. ولی شما خودتون در کانادا، به عنوان سال پایانی از حضورتون میپرسم، فکر میکنید که در کانادا یا کشورهای مثل کانادا که به هر حال نظام دموکرات دارند، در جامعه جهانی حرفی برای گفتن دارند، اینها چه میتونن بکنن؟ شما شخص خود شما به عنوان یک ایرانی کانادایی، یک کسی که تبار ایرانی دارید ولی در اونجا نماینده پارلمان هستید، چه کاری میتونید بکنید برای پیشبرد اینکه حقوق بشر، حقوق مردم ایران در کنار همه این چیزهایی که برای مذاکره مطرح است در نظر گرفته بشه؟ به طور مشخص همونجوری که میدونین بعد از فوت سرکار خانم زهرا کاظمی، کانادا سالانه در محافل بین المللی به خصوص در سازمان ملل خودشو مسئول دونسته که در مورد مسائل حقوق بشر در ایران صحبت بکنه که بقیه کشورها هم واقف باشن. به نظر من این نوع روند کاری واقعا نتیجه مثبتی داشته، برای اینکه هر چقدر که جمهوری اسلامی سعی میکنه که پنهان کاری بکنه و سعی بکنه که بگه پایبند به هیچ اصولی هستش، این نوع کارها نتیجه داره. مثلا چند هفته پیش کانادا یک تعهدنامه‌ای رو برد به سازمان ملل و کشورهای دیگه با در نظر گرفتن تجربیات تلخ هیومن رایتس در ایران همگی محکوم کردن ایران رو. به نظر من این نوع کارها واقعا نتیجه مثبت داره. بسیار خوب، سپاسگزارم از شما. علی احساسی، نماینده پارلمان از کانادا همراه ما، ممنونم که در این برنامه حضور پیدا کردید. صحبت رو ادامه میدیم با خانم صفایی و خانم کاکی باوند. شما در سوئد پیگیر این ماجرا هستید، چه فشارهایی میشه بر دولت سوئد، بر مذاکره کنندگان با جمهوری اسلامی، بر وزارت خارجه سوئد آورد که این روند گروگانگیری و گرفتن آنچه که جمهوری اسلامی میخواد از کشورهای اروپایی رو بشه در واقع متوقف کرد، این روند 42 ساله رو بالاخره یه جایی کشورهای اروپایی متوجه بشن که میبایست ادامه ندند؟ اینو بگم که اگه این خواستار، من خودم از موقعی اومدم به این کشور 27 ساله داشتم، از تمام ایرانیایی که در همه اروپا و امریکا هستن، این همه کانالا و رسانه داریم، اگر یه نصف اونا میگذاشیم به اون زبونایی که در این مملکت ها استفاده میشه، مثلا انگلیسی و سوئدی و بلژیکی و آلمانی و انگلیسی در کشورهای انگلیس زبون، اینا این همه ایرانی هستن مثلا توی استکهلم در سوئد، اگر تمامشون بیان اعتراض بکنن به دولت سوئد مثلا، چون همه این فشارام یه رأی برای این حزبها که حزبای پارلمان هستن در هر کشوری، مثلا اروپا، بلژیک، آلمان، انگلیس و اتسترا. منظورم اینه که چه کاری باید کرد؟ واقعا سوئدیا خودشون یا اروپایی زیاد براشون مهم نیست، این یه دوره 4 سال میاد، شاید 4 سال دیگه منتخب بشه،
زیاد منبعی حزبی حتی بودم، حزب چپ مثلا، اون میبایست اینترناسیونالیست باشه الو بله، ولی متاسفانه تا به حال یک کاری هم نکرده برای احمد رضایی جلالی که سوئدی و همچنین ایرانی هستش. به نظر من کشورهای اروپایی خیلی به خاطر اینکه که این مسئله راسیسم در اروپا هستش و متاسفانه هم اینم راسته که علی مسلمانا این سیاست بکار میبره و خصوصا بعضی از کشورهای اروپایی، اینم یه نوعی خله میذاره روی این کارهایی که واقعا باید بشه. باید این مسئله اخلاقی نیست فقط این دوستمون که گفت توی مسئله سیاسیه، در واقع این مسئله خیلی سیاسیه، اصلا اخلاقی. یه اگر انسان آدم اخلاق نداشته باشه سیاسی هم نیست، یا سیاست درست به کار نبره. منظورم اینه که باید فشار بیاری، باید جمهوری اسلامی را آخه چی کار میشه کرد؟ یعنی یه راه حل عملی هم اگر بشه ارائه داد، خب خیلی مهمه. از یک طرف جمهوری اسلامی شهروندان بیگناهی رو میگیره زندانی میکنه و بعد تهدید به قتل اینا میکنه، تهدید به اعدام میکنه اینها رو، در واقع میگه که به عنوان مثال همین الان دارم در مورد پرونده آقای جلالی میگم، گفته شد که ایشون رو برای اجرای حکم منتقل کردن. خب این فشار روانی خیلی زیادی میذاره بر روی دولت‌ها که سعی کنن جون اون آدم رو نجات بدن، به همین دلیل از اون طرف سعی میکنن که مذاکره انجام بدن. ولی چه راهی وجود داره برای اینکه بشه این در واقع دور باطل رو بهش خاتمه داد؟ نه جمهوری اسلامی قادر باشه کسی رو بکشه برای اینکه نگران هزینه‌های جنبی باشه، واسه دیگر شهروندان این کشورها دستگیر نشن. بله اتفاقا منم همین سوال دارم، اتفاقا یه انترپلیشن می نویسم که به وزیر امور خارجه بدم آن لینده، همین بس بکنم بگم شماها تا الان یه بار نگفتی که خواهان آزادی دجلالی هستی، ولی جمهوری اسلامی حاضره که بیاد اونو تعویض کنه با یه که دست خونی داره، باید توی اینترنشنال در هاگ اینو دادگاهی بشه، ولی حاضر این بس حتی اینا تن میدن. منظورم اینه این کشورهای اروپایی که اصلا حقوق انسان و حقوق بشر براشون مهم نیست، ولی مسئله اقتصادی و دیپلماسی برای اونا همیشه مهمتر بوده، حاضر این قبول کنه و نگه که به تمام میدیاها بیاد توی پارلمان اروپا بگه بابا این دارن بازی میکنن به سرنوشت انسان ها، به دو تا سرنوشت دو تا بچه. من معذرت میخوام، حالا چون دقایق کوتاهی هم به پایان برنامه مونده، ویدا مهرانیا همسر آقای احمدرضا جلالی همراه ما هستند، به این گفتگو پیوستند. ممنونم خانم مهرانیا که تشریف آوردید در این گفتگو. خیلی زمان کوتاهی مونده، اول من ببینید تازه چه خبر از ایران از وضعیت آقای احمدرضا جلالی. درود بر شما. در حال حاضر هیچ اطلاع خاصی نداریم، وکیلش منتظر بودن که امروز برند دادسرای زندان اوین در مورد وضعیت پروندهش اطلاعی بگیرن، ولی تا الان اطلاعی نداریم. صحبت هایی هست در مورد اینکه جمهوری اسلامی سعی کرده از پرونده آقای احمدرضا جلالی و دستگیری او در ایران استفاده بکنه برای معاوضه او با آقای اسدی دیپلمات ایرانی که در بلژیک در حال محاکمه است، در واقع به اتهام ترور. شما اطلاعی از این قضیه دارید؟ کسی به شما چیزی گفت؟ من در حال حاضر هیچ اطلاعی ندارم. شاید در سطح دیپلماتیک این مسئله مطرح شده باشه، ولی برای در مورد ایشون من اطلاع خاصی در این مورد ندارم. از دیپلمات های سوئدی یا بلژیکی کسی چیزی با شما مطرح نکرده؟ کسی با شما اصلا تماس داشته؟ در این مورد نه، ولی خب من در مورد وضعیت پرونده احمد رضا پیگیر بودم، هم از دولت سوئد پیگیر بودم، هم از دولت ایتالیا و بلژیک پیگیر بودم، و چون شرایط ویژه‌ای داره و الان هر لحظه ممکنه که حکمشون اجرا بشه، به خاطر همینه که من نگران وضعیت احمد رضا هستم و بیشتر از دولت‌ها خواستم که از طریق دیپلماسی بتونن که این مسئله رو بتونن
حل بکنه و برای من اولویت این هستش که بتونم جون احمد رضا رو نجات بدم و اینکه همینطور بتونم که اون آزاد بکنم برش گردونم. سوئد میدونید که الان در حال حاضر چی کار داره میکنه؟ اشاره کردند خانم کاکبابه که سعی کردند از وزارت خارجه و وزیر خارجه اطلاعاتی بگیرند اما ایشون جواب خیلی مشخصی نداده. خانم صفایی هم همینطور، به هر حال هر دوی نمایندگان پارلمانی که در یکیشون در بلژیک و دیگری در سوئد هست اینجا هستند. شما یک بفرمایید که چه اقداماتی از سوی این دولت‌ها به طور مشخص مطلع هستید که انجام شده و دیگری که از این دو نماینده پارلمان چه درخواستی ممکن داشته باشید؟ من پیگیر بودم از دولت سوئد ولی متاسفانه تا الان هیچ در واقع جواب درستی به من کاملا واضحی به من داده نشده. چهار سال شوهر شما زندانیه، در این چهار سال دولت سوئد چه کاری برای شما انجام داده؟ من فقط در حد اینکه گفته که ما پیگیر وضعیت احمد رضا هستیم و بس. صحبتی با دو نماینده پارلمانی که از سوئد و بلژیک هم رفتن نداری؟ من از اول اینکه از هر دو تا نماینده های پارلمان تشکر می کنم به خاطر اینکه تمام توان و تلاششون رو انجام میدن برای اینکه بتونن جون احمد رضا رو سیو بکنن و نجاتش بدن، و در درجه دوم ازشون می خوام که از دولت های بلژیک و سوئد بخوان که برای آزادی احمد رضا تلاش بکنن و به این سنده نکنن که فقط حکم اعدام احمد رضا لغو بشه. یک بخش انسانی این قضیه هم این هست که بر خانواده زندانی در این سالها چه میگذره. شما همسر شما برای سمینار رفت ایران که دیگه بر نگشته تا حال حاضر و هنوز در زندان هست. در این سالها بر روح و روان شما و دو فرزندتون چه آمده؟ برای ما هر لحظه که احمد رضا رو بردن، همین لحظه که الان بردنش، انفرادی مثل شکنجه‌ای بوده که برای من و بچه هم گذشته. دختر من در جریان این وضعیت احمد رضا هست ولی پسر اصلا نمیدونه که پدرش رو زندان هست، و من الان چند روزی که احمد رضا تو انفرادی هست و نمیتونه تماس بگیره، پسر من برمیگرده به من میگه بابا چرا زنگ نمیزنه. من گفتم تلفنش خرابه. 8 سالشه پسرم و شرایط بد استش و امیدوارم هرگز برای کسی این اتفاق نیفته، ولی من الان بیشتر از 4 سال هست که هر لحظه و هر روز منتظرم که دری باز بشه و احمد رضا رو آزاد بکنم و برگرده و این حکم لغو بشه و این کابوس زندگی ما تموم بشه. بسیار خب، من هم امیدوار هستیم. خانم صفایی، دقیقه آخر هست، اگر جمع‌بندی دارید، به خصوص بخشی در صحبت شما بود که گفتید کشورهای اروپایی اهرم‌های دیگری دارند که میتونن علیه جمهوری اسلامی استفاده کنن بدون اینکه تن بدن به این گروگانگیری و بحث معاوضه‌ای که جمهوری اسلامی مطرح میکنه، منظورتون چی بود؟ اولا که من واقعا متاسفم که باید واقعا در چنین شرایطی صحبت‌های ویداجان رو راجع به فرزندانشون بشنوم، و واقعا درد ویداجان درد همه ما هست و من واقعا حتما پیگیر این خواهم شد که دکتر جلالی که بیگناه هستن آزاد بشن. ابزارهای بسیار زیادی مثل روابط دیپلماتیک باید جمهوری اسلامی رو تحت فشار بذارن که اگر میخواد با اروپا رابطه داشته باشه باید رفتار و کردارش در جامعه جهانی قابل قبول باشه، مثل اینستکس که ابزاریه که بیشتر از اینکه اروپا بهش احتیاج داشته باشه که اصلا احتیاجی نداره به خاطر اون یه ذره پولی که بهشون میرسه، خود جمهوری اسلامی به این اندکشیر آبی که اقتصاد ورشکستشون رو هنوز داره نگه میداره احتیاج داره، بدونن که اینستکس ابزار کاره، برجامی که امیدوارن به نتیجه برسونن ابزار کاره، روابط دیپلماتیک ابزار کاره، بیگناهانی مثل جلالی رو باید آزاد کنن، راه دیگه ای هم براشون نمیذاریم. بسیار خوب، در حد چند جمله اگر خانم کاکبابه شما حرفی دارید بفهمید. ویدا جان تو خیلی قوی، دخترت، خودت، بچهت، برحال من خودم اینو همیشه فکر میکنم اگر تمام این جنایتکارای جمهوری اسلامی خودشون بدونن که بچه دارن، زن دارن، نوه دارن، خودشون اگه در اینقدر انسان میبودن، خودشون مثل تو در جریان این مسائل فکر میکردن که چه سزایی اونا هر 40 ساله داره میدن به مادرها، به پسرها، به خواهرها، به بابا. اینو که بدونی، من خودت میدونی از روز اول
اگه باید در حزب چپ بودم یا بیرونش اومدم، هر هفته هر روز باید بودم، حتی رفتم دم در سفارت ایران باهاشون صحبت کردم، گفتم 250,000 سیگنیچر دارم به خاطر اینکه مردم سوئد و مردم بلژیک و ایتالیا میخوان که احمد رضا نجات داده بشه. این خیلی مهمه که ما حتما فشار بیاریم و حتما هم که این جمهوری اسلامی توی خود سازمان بین المللی FM عضو اونا هستش، باید همینجا آدم بگه که چرا این کشورهای مثل سعودی عربی و ایران که این انسان ها اعدام میکنن، شکنجه میدن، میکشن، اینا چرا باید اصلا مثل اون کشورهای دموکراتیک حق رأی داشته باشن؟ من حتی اینو مطرح کردم توی خود پارلمان، میگم که چرا کشورهای دیکتاتور که آپارتاید جنسی دارن، چرا اونا حق، همون حق داشته باشن مثل یه کشور سوئد و کشورهای دیگه؟ یعنی اگر کشورهای اروپا واقعا و امریکا و تمام بین المللی اونا بخوان، میتونن خیلی خوبم با جمهوری اسلامی این رابطه قطع نکنن، ولی شرایط بذارن، شرایط بذارن، بگن اگر احمد رضا و همه کارگرها و همه زنها و نسرین ستودها را آزاد نکنین، ما هیچ رابطه اقتصادی با شما نخواهیم داشت. یعنی در واقع جمع‌بندی شما اینه که هر رابطه‌ای رو با ایران، با جمهوری اسلامی منوط بکنن به حفظ حقوق بشر و بحث در واقع آزادی زندانیان. ممنونم از مهمانان این برنامه، ویدا مهرانی، همسر احمد رضا جلالی، دریا صفایی، نماینده ایرانی تبار پارلمان بلژیک، و آمنه کاکابابه، عضو پارلمان سوئد. سپاسگزارم از همه شما که در این برنامه همراه ما بودید. سپاسگزارم از شما که همراه ما بودید و بیننده این برنامه. تا دیدار دیگر، وقت شما بخیر. ایام بکنم.